اردبیل، یورش وحشیانه گارد زندان به بند زندانیان سیاسی، طرح رژیم برای خارج کردن 300 میلیون یورو از آلمان از ترس تحریم ها، سوز و گداز عضو مجلس ارتجاع از افشای توطئه تروریستی رژیم در اروپا. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. مامورین جنایتکار گارد زندان مرکزی اردبیل صبح روز یکشنبه به بند 7 که بند زندانیان سیاسی است وحشیانه یورش بردند. ماموران جنایتکار سپس اقدام به تفتیش این بند کردند و کلیه وسایل شخصی زندانیان را زیر و رو کردند. آنها همچنین قسمتی از دیوار بند را خراب کردند و پس از تفتیش و تخریب بند برخی اجناس و لباسهای زندانیان را با خود به غارت بردند. شکنجهگران زندان تهران بزرگ روز یکشنبه برای سومین هفته متوالی از ملاقات زندانی سیاسی سهیل عربی با مادرش فرنگیس مظلوم ممانعت به عمل آوردند. پس از ساعتها انتظار این مادر، بار دیگر به دروغ به وی گفتند سهیل در بیمارستان است. یادآوری می شود زندانی سیاسی سهیل عربی طی یک ماه اخیر مورد شکنجه و ضرب و شتم وحشیانه قرار داشته و جان وی در خطر است. همکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. نشریه بیلد آلمان فاش ساخت رژیم ایران از ترس تحریم‌های آمریکا قصد دارد 300 میلیون یورو پول نقد را که در بانک‌های آلمانی دارد به ایران منتقل کند. این نشریه با عنوان پول نقد برای رژیم تروریست، ملاها می‌خواهند 300 میلیون یورو پول نقد را با هواپیما از آلمان به ایران ببرند نوشت. این طرح احتمالاً به مشکلات دیپلماتیک جدی میان آلمان و آمریکا و اسرائیل راه خواهد برد. بیلد افزود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل آماده باش شدند. آنها نگرانند که این پول نقد برای تأمین مالی تروریسم استفاده شود. اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع ضمن اعتراف ضمنی ناگزیر به تدارک اقدامات تروریستی توسط سفارتخانه‌های رژیم، غیظ خود را نسبت به افشای توطئه تروریستی رژیم آخوندی در اروپا علیه گردهمایی مقاومت ایران و دستگیری دیپلمات تروریست رژیم نشان داد و گفت وزارت خارجه تحرکات مجاهدین علیه دیپلمات‌های ایران را خنثا کند. کارکنان سفارتخانه‌های ما نیز در چنین شرایطی نباید بهانه دست دشمن دهند، چرا که مجاهدین در کشورهای اروپایی که توسعه روابط میان اتحادیه اروپا و ایران را خاری در چشم خود تلقی می‌کنند، می‌خواهند این روابط را تنیسا کنند. دونالد ترامپ از کاهش مزاحمت‌های دریایی رژیم آخوندی در خلیج فارس علیه ناوهای آمریکا خبر داد. وی طی پیامی گفت این مزاحمت‌ها در سال جاری به صفر رسیده است. در این پیام آمده است مزاحمت نیروهای رژیم ایران برای ناوگان جنگی آمریکا سال 2015 22 مورد، سال 2016 36 مورد، سال 2017 14 مورد و سال 2018 صفر بوده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، شمار قربانیان سیل و رانش زمین در ژاپن به بیش از 100 تن افزایش یافت. با توجه به گستردگی خسارات پیش بینی می شود شمار قربانیان افزایش یابد. مقامات ژاپن همچنین به 5 میلیون و 900 هزار نفر در 19 حوزه مختلف دستور دادند منازل خود را تخلیه کنند. امدادگران روز دوشنبه به جستجو برای یافتن 10 تن که به دلیل بارش سنگین باران مفقود شده اند پرداختند. نخست وزیر ژاپن به این دلیل سفرش به خارج را لغو کرد. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.